یو به همه رفقای گلم، اینجا ماسولی تیویه و منم محمد هستم. امروز قرار که یه ویدیو خیلی خیلی باحال با هم دیگه داشته باشیم. برای چندمین بار یه بازگشتی هم کامبک زدیم و قراره که خیلی اتفاقات خوب و باحالی داخلش بیفته. ویدیو امروز رو میخوام بدون وقت ببرم سراغش و اینکه یک ویدیو بوده که من خیلی دوست داشتم که انجامش بدم و در موردش ویدیو بگیرم، ولی خب باید اول خودم انجامش میدادم تا بدونستم اوکی میشه یا نه، و خب اوکی شد، موفق شدم انجام دادنش. چند روز پیش انجامش دادم و دوبار انجامش دادم و خب فکر کنم تونستم دیگه. خلاصه که قبل از اینکه بریم سراغش که ببینیم که چیه قضیه، اگه سابسکرایب نکردید مسولی رو حتما سابسکرایب کنید، چون بزرگترین حمایت از منه. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو واسه من این زیر بنویسید، و اگه محتوای باحال و خنده‌دارم می‌خواید حتما به اینستاگرام هم سر بزنید که پستا و استوری‌های خیلی باحالی دارم. دمتون گرم. آقا بریم سراغش ببینیم قضیه چیه. یه کلمه داریم به نام شیفت، یا همون شیفتینگ، یعنی شیفت کردن یا شیفتینگ، آی ان جی داره و اونم فعل چیز میگه استمراری، آره انگلیسی. خلاصه که آقا ما یه چیز داریم به نام شیفتینگ، و شیفتینگ واقعیت میشه گفت رویاییه یا خوابیه که ما داخلش درک داریم و توانایی انجام کار رو داریم، و خب خیلی چیز به نظر عجیب و سخت و یا نشدنی میاد. شاید خیلیاتون اسمشو شنیده باشین، خیلی هم نه، ولی خب واقعا به نظر من شیفتینگ یه چیز راحت و خیلی باحاله. و خب اینطوریه که ما به یه خواب میریم و بر اساس چیزایی که حالا راجبش توضیح میدیم وارد اون خواب میشیم و میتونیم کارهایی که دوست داریم انجام بدیم، و خب صرفا جهت سرگرمی نیست. شاید بعضیا نمیدونم واسه به دست آوردن یه اطلاعاتی ازش استفاده کنن، چه میدونم مباحث ریاضی باشه. حتی میگن آلبرت اینشتین هم یک سری از مباحث یا همین قوانینی که نوشته رو داخل همین شیفت انجام میداد. خب آقا شیفت رو باشه آشنا شدیم دیگه، خوابیه که داخلش آگاه داریم، رویای آگاهانه بشیم الان لغتش اومد زیاده. و خب این رویای آگاهانه ما رو میتونه به دنیایی ببره که خودمون دوست داریم و داخلش کارهایی که دوست داریم انجام بدیم. یکی از دنیاهایی که همه دوست دارن داخلش برن هاگوارتسه. که من داخلش رفتم یک بار البته. و این هاگوارتس، چرا همه میخوان برن داخل هاگوارتس؟ چون محیط خیلی باحالی داره. و دوم از همه چرا همه میرن هاگوارتس؟ چون یه چیزی داریم به نام اسکریپت، یعنی ویژگی‌های اون دنیایی که داخلش میریم، که اگه اشتباه نکنم دی آر بهش میگن، نمیدونم دقیقاً، دنیایی که بهش میریم و واسمون تداعی میکنه. یعنی مینویسیم که آقا مثلا میخوام بریم داخل هاگوارتس، بعد واسش یه چیزی بنویسیم به نام اسکریپت. خب اسکریپت هاگوارتس راحته، و اسکریپت نوشتن کد نویسی که نیست، جاوا اسکریپت که نیست. اسکریپت نوشتن اینطوریه که آقا ما میایم مینویسیم که آقا اسممون چی باشه، فامیلمون چی باشه، قدمون فلان، هر ویژگی که میخوایم، دوستمون کیه، رلمون کیه داخل خواب، اینا هر چیزی که میخوایم، سال چندمیم داخل هاگوارتس فلان، و تمامی اینا میایم اینا رو ما مینویسیم که جمع اینا میشه اسکریپت. و یه کلمه هم حالا واسه برگشتمون مینویسیم که از داخل اون چیز برگردیم، داخل چه میدونم دریمی که هستیم برگردیم. و خب یک سیف باتن به نظر من میشه بهش گفت، سیف نمیدونم یه همچین چیزی، سیف چی بود نمیدونم، ولی خب باعث میشه که ما نمیریم داخل اونجا، و خب مردنمون هم خب فکر کنم از خواب بیدار میکنه. من تا حالا نمردم داخل شیفت. و خب این پارت اولشه که در مورد شیفت میخوام توضیح بدم و یک چیز ساده ای نسبت بهش بگم. خیلی روشهای مختلفی داره واسه یه چیز، واسه وارد شدن، که من از دو تا روش رفتم و تونستم جواب بگیرم. قبل از اینکه بخوایم ما شیفت کنیم حتما باید تمرکزمون بالا باشه، تمرکزمون با میشه گفت مدیتیشن یا همون مراقبه کردن به وجود میاد. و خب مدیتیشن هم کاری نداره دیگه، این یه 10 روز، 3 تا 10 روز دیگه تقریبا باید انجامش بدیم که اون تمرکز یا اون ثبات لازم رو داشته باشیم که بتونیم وارد اون دنیا بشیم. چون اگه مثلا میخوایم موقع چیز با یک متدی وارد شیفت بشیم یا شیفت کنیم با یک متدی، ممکنه که تمرکزمون به هم بریزه و نتونیم شیفت کنیم، یعنی باعث میشه که اعصابمون هم به هم بریزه. چون همه خوشحالی داشته میشه من خودم مثلا پیش اومد. خلاصه که واسه شیفت کردن حتما باید تمرکز بالایی داشته باشیم، انگیزه بالایی داشته باشیم، و واسه سرگرمی استفادهش نکنیم. واسه تو میگم میشه
آقا ما تمرکزمون رو به دست آوردیم. یک آدم این که آقا ثبات داریم دیگه، اونقدر فکرمون درگیر نیست، یا حداقل اگر هست میتونیم بریزیمش دور. خب پس ما میام چیکار میکنیم آقا؟ ثبات این چیزا رو رکیم. آقا چندین متد داره واسه وارد شدن به شیفت که من دوتا متدشو الان میگم، چون خودم انجام دادم و جواب گرفتم، بقیش آقا جواب نگرفتم چون شاید تمرکز بالایی میخواد یا من نتونستم. شما در مورد شیفت میتونید داخل اینترنت بخونید، ولی خب من سعی میکنم بجز این ویدیو یک ویدیوی دیگه هم در مورد این که یک سطح پیشرفته تری از شیفت باشه واسه تون بذارم، چون اگه بخوام توضیح بدم فکرم چند ساعت طول بکشه. خلاصه که آقا شما میاد چیکار میکنید؟ حالت اول، موقع خواب یا کلا هر جایی که هستید، جایی که آروم باشه و صدا نباشه، شب بهتره که همه خوابن، دراز میکشید طوری که دستا و پاهاتون همدیگر رو لمس نکنن، یعنی یه حالت راحت که پاهاتون هم چسبیده نباشه، دستاتون هم به بدنتون چسبیده نباشه، این حالت راحت باز دراز میکشید، نه حالت ستاره یا حالا بهتون میگم. و خب میاد از 1 تا 100 میشمرید، خب از 1 تا 100 میشمرید، 1, 2, 3, 4 و میاد اون دنیایی که اسکریپتی که نوشتید و بر اساس اون دنیا رو تجسم میکنید. آقا یک نفر میخواد چه میدونم بخواد دنیای کریتوس باشه، گاد آف وار. خب میاد اون دنیا رو کامل مجسم میکنم، یه مار گنده اونجا اصلا دریای آبش میکشه به اون مرحله شما اونایی که گاد آف وار بازی کردن فلان. و خب حالا اون کاری که انجام میده وارد دنیاش میشه، دنیای گاد آف وار میشه. حالا گاد آف وار 4 بود یه مثال بود. میخوام آقا مثلا بریم داخل هاگوارتس دیگه، چشامون بسته است، هیچ صدایی نمیاد، فکرمون هم نسبت به همه چی هیچ چیزی نیست، داریم 1 تا 100 رو میشموریم، داخل ذهنمون هم داریم آقا دنیا رو تجسم میکنیم، ویژگیاشو، چیزای مثبتشو، چه میدونم میرم پروفسور دامبلدور رو میبینم با چوبم پاترونوس میذارم مثلا گوزن شاخدار در میاد، همین چیزی. بعد از اون که مثلا این کارا رو کردیم دیگه، یواش یواش اون ذهنمون که به خواب بره وارد اون دنیا میشیم و یه چیز روشنی هم هست. حالا بعضی نور سفید میبینن بعد وارد میشن، که من واسم اوایل که شکست میخوردم خیلی پیش اومده بود، ولی خب اولین باری که انجامش دادم باز شد واسم، یعنی یهو تصویر روشن میشه، یهو همونطوری شد و من واردش شدم. خیلی دنیای جالب و حیرت انگیزیه واسه من که پاتر هدم، واقعا یه چیز جالب و جدید بود اصلا، چون قشنگ همون هاگوارتس رو تصور کرده بودم، یعنی چیز جدیدی نمیخواستم، فقط خودم داخلش بودم، جای هری پاتر هم نبودم و خب چوب جادویی داشتم و یه چیز جالب. خلاصه که آقا این کارا رو انجام میدیم و تا 100 میشمریم. شمردنمون اگه عددا یادمون رفت نیاین برگردیم میبینیم تا چند بود از اولشون، به شمردنتون ادامه بدین، چه میدونم مثلا 58 63 ادامه بده 63 64 تا 100. به نظر من بیشتر از 100 هم میتونید برید، تا 200 هم میتونید برید، ولی خب بعدش دیگه ذهنتون خسته میشه و اگر یک شب نتونستید انجامش بدید، سعی کنید فرداش یکم خودتون رو آروم کنید، یکم مدیتیشن کنید، یکم تمرکزتون رو بیشتر کنید و دوباره انجامش بدید. پس مدیتیشن و این تمرکز خیلی مهمه. پس اولیش چی؟ میخوابیم طوری که بدنمون چیز نباشه، چوش میگن به هم دیگه برخورد نکنه. و حالت دومم اینه که چیکار میکنیم؟ میایم و اسکریپتی که نوشتیم بر اساس اون دنیامون رو تجسم میکنیم، دنیایی که داخل سرمونه، و بعد از اینکه دنیا رو تجسم کردیم اینجاست که دیگه تمرکزتون و قدرتتون باعث میشه که شما وارد اون دنیا بشید. اصلا هم چیز سختی نیست و اینکه نباید هر شب انجامش داد، چون به مرور زمان باعث میشه که به اون دنیا عادت کنید و داخل این دنیا باعث افسردگی میشه. خیلی چیز بدی. هفته یک بار، در روز یک بار، موقعی که آقا نیاز دارید به اونجا، یه حالت نیاز زیاد نه، مثلا چه میدونم آقا حوصله‌تون سر میره، نه واسه سرگرمی باشه، نمیدونم چطوری اون چیزشو توضیح بدم. خب این شیفت خیلی چیز بابی نیست، یعنی خیلی در موردش گفته نشده، من جای زیاد نخوندم، یعنی اتفاقی یک شخصی به من گفتش و منم خیلی فکرمو درگیر کرد و گفتم که انجامش بدم، اگه اوکی شد با شما در میون بذارم. آقا بریم سراغ متد دوم. متد دوم، حالت ستاره‌ای دراز میکشیم. این کار تمرکز بسیار 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 بالایی میخواد، یعنی نباید بی اعصاب باشی، نباید کچ خلق باشی، نباید فکر درگیر باشی، یعنی یه ماه بشه مدیتیشن کن، مراقبه کن دستات اینطوری کن. حالا مدیتیشن فقط این نیست، هر حرکتی که میشه باش مدیتیشن کرد، آرامش گرفت، انجام میدی و بعد از اینکه این کار رو کردی میشینی دنیا رو تجسم میکنی. میگم این کار تمرکز خیلی بالایی میخواد و من ببینید، من حدوداً 2-3 هفته پیش تونستم بار اول با اون متد اول که یکم راحت تر بود واسم برم و خب الان با این رفتمش و شد،
یعنی آدم آروم، راحت و آرامش. و اینکه حالت ستاره‌ای دراز می‌کشید، دستا باز، پا باز، خودتون دیگه می‌دونید دیگه میشید ستاره. بعد میرید داخل آسمون، چقدر قشنگه. خلاصه که آقا میرید حالت ستاره‌ای دراز می‌کشید و به اون دنیایی که می‌خواید فکر می‌کنید، چه شماتون بسته است، هیچ سر و صدایی نیست، آرامش. به اون دنیایی که می‌خواید برید، دی آر و سی آر اگه اشتباه نکنم. یه همچین چیزی، سی آر میشه دنیای ما، دی آر هم میشه اون دنیا. فکر کنم این دی او سی رو میدونم اولش هست. آر سی دی سی یه همچین چیزیه. بعد وارد اونجا که میشید دیگه چیز میکنید، میگم وارد اونجا که میشید فکرتون رو مشغول میکنید به اونجایی که میخواید برید و تجسمش میکنید. انقدر داخل چشمای بسته تجسمش میکنید تا واسهتون باز میشه، یعنی روشن میشه اون تجسم تاریکی که دارید ازش میکنید و خب واردش میشید. این دوتا متد خیلی متدای راحت تری هم به نظر من نسبت متدای دیگه. خب همه متدا چیز میخوان، چی بهش میگن، مراقبه کردن قبلش میخوان، مدیتیشن میخوان و تمرکز بالا میخواد و تمرکز بالا هم راحت به دست میاد. واقعا فکرتون رو مشغول نکنید واسه یه چیزای مختلف، فکر نکنید چیز سختیه. پس این کارا رو انجام بدید و امیدوارم که بتونید موفق بشید. اگه هم یه شب موفق نشدید فکر نکنید که تواناییشو ندارید، چون چیزی که ساخت جهانی که ساخته ذهن ماست و ذهن هممون هم ذهن قویه. تجسمای زیادی کردیم دیگه در مورد خیلی چیزا تصور کردیم، خیلی افراد رو میشناسیم که صداشون داخل گوشمون هم الان زمزمه میشه، خیلی خاطرات هست که شیشمون رو بنویسیم که تصورش رو ببینیم. پس یعنی یه دنیای کوچیک محدودی واسه اون چیزا داریم، پس میتونیم یه دنیای اون شکلی هم واسه خودمون درست کنیم. و اینکه همین ویدیو دیگه هم در مورد این میذارم که یک چیز دیگه است که اونم باید تست کنم و اونم وارد شیفت شدن، یعنی شیفت کردن با دو نفره، یعنی من با یک نفر دیگه شیفت کنم، اینم میشه. خیلی جالبه. شما اول یه نفر سراش کنید که شیفتتون رو انجام بدید. اگه انجام دادید این زیر کامنت کنید، هر سوالی هم در موردش داشتید بپرسید، من پاسخگوی همتون هستم. اگه هم نشد بازم میگم اعصاب خود رو به هم نریزید، دوباره فرداش اگه نشد مراقبه بعد چی بهش میگن مدیتیشنتون رو زیادتر کنید تا یکم ذهنتون آرومتر بشه دوباره ادامه بدید. دم همتون گرم که منو تا اینجا دنبال کردید. این کارا رو انجام بدید تا ویدیوی بعدی هم شیفت دو نفره یا چند نفره رو بهتون میگم که اسکریپتاشون بعد یکی باشه و چه کارا رو بعد انجام بدید که دو نفره وارد دنیا بشید و خب لذت ببرید. حالا یه نفر با دوستش میره، یه نفر با سفرش، یه نفر با زنش، هر چی، و ازش لذت ببرید. ما رو دنبال کنید حتما، پس دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله هم کنارش بزنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید اگه میتونید، کامنت انگلیسی هم بذارید که سابسکرایبتون نپره، و زنگوله هم بزنید که ویدیوهای بعدی هم اومد واسه تو نوتیفیکیشنش بیاد. نوتیفش بیاد واسه تون دیگه. آره، سوشیال مدیای مسئولی هم که دیسکورد، تویچ و اینستاگرام هستم دنبال کنید. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، بدرود.